با سیما شاین مدیر بخش ایران در مؤسسه مطالعات امنیتی اسرائیل درباره نقش احتمالی جمهوری اسلامی در حمله حماس به اسرائیل گفتگو کردیم. خانم شاین سالها پیش مدیر تحقیقات و ارزیابی موساد بوده و در شورای امنیت ملی و وزارت سیاست‌های راهبردی اسرائیل هم فعالیت داشته. آشکاره که جمهوری اسلامی پشت حملات اخیر حماس به اسرائیل. ما میدونیم که اونا از حماس هم پشتیبانی مالی میکنن و هم سعی میکنن براش تسلیحات بفرستن، نه فقط در نوار غزه بلکه در کرانه باختری هم همینطور. اونا با همکاری حزب الله نیروهای حماس رو آموزش میدن و پشتیبانی مالی میکنن. میدونین که حکومت ایران حتی چند سال پیش هم سعی کرد از طریق سودان برای حماس اسلحه بفرسته. اون چیزی که ما در حملات حماس دیدیم بسیار شبیه عملیات حزب الله لبنان و یگانهای رضوانش بود. بنابراین میشه گفت نیروهای حماس برای حمله به اسرائیل هم توسط حکومت ایران و هم حزب الله آموزش دیده بودند. اونا خودشون رو بخشی از جبهه مقاومت میدونن که حکومت ایران برای گسترش نفوذش توی منطقه درست کرده. ما میبینیم که توی 2 سال اخیر یه اتاق جنگ توی بیروت درست کردن که حزب الله، حماس، جهاد اسلامی و نیروهای قدس سپاه پاسداران و البته گروهای وابسته بهشون در منطقه از جمله یمن، عراق و سوریه هم باهاشون همکاری میکنن. در همه این کشورها و گروه‌های وابسته به حکومت ایران ما رد پای فناوری‌های تسلیحاتی، موشکی و پهپادهای ایران رو پیدا میکنیم. منافع این گروه‌های وابسته شبه نظامی در خاورمیانه و حکومت ایران با همدیگه گره خورده. از سیما شاین پرسیدیم قابل هسته که جمهوری اسلامی به عنوان پشتیبان حماس از حمله این گروه به اسرائیل برای بی‌ثبات کردن این کشور سود می‌بره، اما چرا حماس با وجود اون که می‌دونست پاسخ شدید اسرائیل به دنبال خواهد بود به اسرائیل حمله کرد و این کار چه منافعی براش داشته؟ سوال خوبیه ولی 2 تا پاسخ داره. اول اینکه حماس یه سازمان ایدئولوژیکه که اعتقادات بنیادگرایانه اسلامی داره و معتقد اسرائیل باید از نقشه حذف بشه، و دوم اینکه این کار برای حماس منافع سیاسی داره و میتونه نقش مهمی بعد از اینکه محمود عباس از قدرت کنار رفت توی صحنه سیاسی فلسطین بازی کنه. حماس و حکومت ایران میخوان که عادی سازی رابطه بین اسرائیل و عرب استان سعودی بدون در نظر گرفتن موضوع فلسطین که باعث قدرت گرفتن اسرائیل در منطقه بشه اتفاق نیفته. همینطور تخریب رابطه اسرائیل با کشورهایی که جمعیت مسلمون دارن و نه فقط کشورهای عربی. همه این دلایل باعث میشه که این حمله رو با وجود هزینه سنگین پاسخگویی اسرائیل برای حماس توجیه پذیر کنه. برای همین میشه گفت با اینکه اکثریت مردم غزه طرفدار حماس نیستن، ولی این گروه فقط یه سازمان سیاسی یا نظامی نیست، یه ایدئولوژی هم داره که ممکنه توی غزه باقی بمونه. هرچند که اگه به نظر سنجی ها اعتماد کنیم فقط 30% مردم غزه از حماس حمایت میکنن. روشنه که نیروی قدس سپاه پاسداران در چند سال اخیر فعالیت‌هاش رو توی منطقه افزایش داده. یه جبهه مقاومت برای خودش درست کرده، ولی حتی اگه این سطح درگیری بین اسرائیل و حکومت ایران به درگیری مستقیم منجر بشه، ما یه فرق اساسی بین ایران و اسرائیل می‌بینیم. و اون اینه که مردم در اسرائیل بدون دخالت دولت از کشور دفاع می‌کنن و یه جامعه پویا و فعال داره. ولی در ایران حکومت ایران پشتیبانی مردم رو نداره و اونا رو توی خیابون میکشه. برای همین درگیری مستقیم به ضرر حکومت ایرانه.